سلام به دوستان و همراهان کانال پارسی تیوی. توی این ویدیو به خبر ممانعت از خروج و ضبط پاسپورت بهرام رادان و علت این اتفاق قبل از سفرش به خارج از ایران پرداختیم. پس با ما همراه باشید. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. بهرام رادان هم تو دست هنرمندایی که در ابتدا به طور غیر مستقیم و بعد از اون به طور مستقیم از جریان اعتراضات مردمی حمایت کرد و تقریبا از ابتدای اعتراضات با انتشار چند پست تو صفحه اینستاگرامش ناراحتی خودش رو از ظلم و ستم حکومت به مردم اعلام کرد. ایشون برای اولین بار مدتی بعد از شروع اعتراضات با انتشار پستی اولین بار به شکل غیر مستقیم ناراحتی خودش رو از کشتار مردم بیگناه ابراز کرد و نوشت: خون در زمین فرو نرفت، روی زمین پخش شد، از زیر هر سنگ جوشید و جوشید و به راه افتاد، هر کس آن را می دید می فهمید جایی بیگناهی را کشتند. بعضی وقتها در این سرزمین اتفاقاتی می افته که دستات برای مدتی بی‌حس می شن. تو میمونی و تماشای وقاحت بخونید حقارت برخی که جان و ناموس این مردم به دست اونا سپرده شده. چی باید گفت و نوشت از این گلوی پر شده از خشم؟ حیف این مردم نازنین، حیف این وطن زیبا. مدتی بعد از انتشار اولین پست، رادان این بار به صورت مستقیم پستی اعتراضی منتشر کرد و نوشت: خدا میدونه چند بار نوشتم و پاک کردم، چی بنویسم که لایق قساوت قلب هاشون باشه؟ به یاد تمام خونهای بیگناه ریخته در کفه خیابان. همین پستا برای ایجاد فشار بر روی رادان کافی بود که ایشون به مناسبت 40 مهسا امینی هم با انتشار پستی با مردم ایران همدردی کرد و این حوادث تلخ رو به ملت ایران تسلیت گفت. 40 روز گذشت، 40 روزی که شاید با هیچ 40 روز دیگری در تاریخ این سرزمین قابل قیاس نبوده تا به حال. به زنگه‌های تاریخی برای هر ملت و مردمی پیش میاد، اما تغییر به این صورت در کنش و منش ایران و ایرانی تا قبل از رفتن مهسا باورپذیر نبود. مهسا دختری معصوم که زمانی که در مترو تهران به دوربین موبایل برادرش لبخند میزد هیچ وقت فکر نمیکرد ظرف 40 روز آینده به نماد یک ملت تبدیل بشه. نامت تا همیشه در ذهن ایران سبز. صحبت هایی که بیانش توسط رادان گویا به مزاق جمهوری اسلامی خوش نیومده و حالا پس از چند هفته از شروع اعتراضات و سرکوب مردم بیگناه توسط دولت و حکومت گریبانگیر رادان شده. آقای رادان ساعتی پیش قصد خروج از کشور رو داشته که به صورت ناگهانی و بدون اطلاع قبلی پاسپورتش ضبط و ممنوع خروج شده. همین باعث شده که با انتشار ویدیویی به این اتفاق واکنش نشون بده. سلام به همه مردم شریف کشورم. امروز جمعه 13 آبان 1401 من برای یک سفر چند روزه قرار بودش برم خارج از کشور. در فرودگاهی کمی قبل از پروازم دو جوون فکر میکنم 20 و چند ساله بودن اومدن و برگه‌ای رو بهم دادن و گفتن که نمیتونی از کشور خارج بشی و باید برای حل کردن مشکلت مراجعه بکنی به یکی از این نهادها. اونا نه کارت شناسایی به من نشون دادن، نه حکم قضایی، نه هیچ. جدا از اینکه حالا چقدر میتونه عدم خروج من از کشور به نفع جریانی در حاکمیت باشه، سامانه‌ای وجود داره به اسم سنا که شما میتونید با مراجعه به اون ببینین که آیا ممنوع خروج هستین یا نه. بعد از این اتفاق من مراجعه کردم و دیدم که هیچ ممنوع خروجی برای من ثبت نشد. گمان خود من اینه که کل این نمایش زایده ذهن همین جوان‌هایی که بهتون گفتم بوده و باید ببینین پشت همچین تصمیمی چه تفکری پنهان شده. گفتم تفکر موضوع کمیاب این روزاست. در ادامه توجه شما رو جلب میکنیم به مختصری از بیوگرافی این هنرمند دوست داشتنی کشورمان. بهرام رادان بازیگر، خواننده و تهیه کننده موسیقیه. او در فیلم های افراد سرشناسی چون داریوش مهرجویی، مسعود کیمیایی، واروش کریم مسیحی، پوران درخشنده و رخشان بنی اعتماد و غیره بازی کرده.
بهرام رادان در 8 اردیبهشت ماه سال 1358 در تهران متولد شد. وی دو خواهر و یک برادر داره و خودش فرزند آخر خانواده است. مادرش خونه دار و پدرش سرهنگ بازنشسته قبل از انقلاب و اصالتاً اهل اصفهانه. رادان فارغ التحصیل رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه آزاد اسلامیه. اون دوره بازیگری رو در سال 1378 و در آموزشگاه هیوا فیلم گذرون. بهرام رادان برای اولین بار با دیدن یک آگهی مربوط به کلاس‌های بازیگری در صفحه نیازمندی‌های روزنامه همشهری در این دوره آموزشی شرکت کرد و تونست نظر نادر مقدس رو جلب کنه. او در سال 79 با اولین حضور سینمایی در فیلم شور عشق تنها به واسطه یه چهره‌اش شناخته شد. شور عشق به سومین فیلم پرفروش سال تبدیل شد. این بازیگر در همون سال در دو فیلم دیگه به نام‌های آواز قو و آبی جلوی دوربین رفت. بهرام رادان در فیلم سینمایی آواز قو ساخته ی سعید اسدی در نقش پیمان فدایی حاضر شد و برای بازی در این فیلم در پنجمین دوره جشن خانه سینما نامزد جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد شد. او در فیلم آبی ساخته ی حمید لبخنده نیز در نقش ارسطو ظاهر شد. رادان در سال 1381 در اولین همکاری خودش با بهروز افخمی در نقش راوی در فیلم سینمایی گاوخونی حاضر شد و برای بازی در این فیلم تندیس حافظ بهترین بازیگر نقش اول مرد رو دریافت کرد. او بعد از فیلم گاوخونی در فیلم سینمایی آتش ساخته محمد حسین فرح‌بخش بازی کرد. این بازیگر در سومین فیلم خودش در سال 81 برای بازی در فیلم سینمایی روز زرد و ایفای نقش داوود با داریوش فرهنگ همکاری کرد. بهرام رادان در سال 1382 برای اولین بار با پوران درخشنده همکاری کرد که حاصل این همکاری نقش آفرینی او در فیلم سینمایی شمعی در باد و اجرای نقش فرزین زربان بود. برای بازی در این نقش سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد رو از 22مین دوره جشنواره فیلم فجر دریافت کرد. در همون سال یعنی سال 82 این بازیگر برای اولین بار با مسعود کیمیایی نیز برای بازی در فیلم سربازهای جمعه همکاری کرد. فیلم سربازهای جمعه به کارگردانی و نویسندگی مسعود کیمیایی و تهیه کنندگی مرتضی شایسته ساخته یه سال 82 بود. برای بازی در این فیلم موفق به دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد از 22مین جشنواره بین‌المللی فیلم شد. این بازیگر از سال 82 تا 85 در فیلم‌های مختلفی مانند گیلانه، رستگاری در 28 دقیقه، ازدواج صورتی، حکم، تقاطع، خونبازی و چارنگشتی بازی کرد. بهرام رادان در سال 1385 در فیلم جنجالی سنتوری نقش علی بلورچی ملقب به علی سنتوری رو ایفا کرد. این فیلم سینمایی هرگز اکران نشد و چند سال بعد از پخش غیرقانونیش مجوز نمایش در شبکه نمایش خانگی رو دریافت کرد. سنتوری یکی از موندگارترین فیلم‌ها و علی سنتوری یکی از ماندگارترین نقش‌های بهرام رادان به شمار میره. وی در سال 1387 پرکار بود و در فیلم‌های بیپولی، کارناوال مرگ، زادبوم، راه آبی ابریشم و تردید ایفای نقش کرد. او در سال 88 فقط در دو پروژه تهران 1500 ساخته بهرام عظیمی و آدمکش ساخته رضا کریمی حضور داشت. این بازیگر برای اجرای نقش مازیار مافی در فیلم آدمکش برنده جایزه بهترین بازیگر مرد از جشنواره بین‌المللی فیلم لاداخ شد. او در سال 89 فقط در فیلم یکی از ما دو نفر ساخته تخمین میلانی بازی کرد. بهرام رادان در سال 90 کمکار بود و فقط در فیلم سینمایی پل چوبی ساخته مهدی کرمپور نقش امیر رو بازی کرد. او در سال 92 در دو فیلم نقش نگار ساخته علی عطشانی و تراژدی ساخته آزیتا موگویی بازی کرد. این بازیگر در سال 93 در فیلم آتش بس 2 ساخته تهمین میلانی در کنار میترا حجار به ایفای نقش پرداخت. این فیلم همانند سری نخست اون با استقبال خوبی روبرو شد و فروش میلیاردی داشت. و همچنین در همین سال در فیلم عصر یخبندان ساخته مصطفی کیایی بازی کرد. فیلم عصر یخبندان به عنوان بهترین فیلم از نگاه مردم در 33مین دوره جشنواره فجر انتخاب شد. بهرام رادان در سال 94 در دو فیلم حکایت عاشقی ساخته احمد رمضانزاده و بارکد ساخته مصطفی کیایی ایفای نقش کرد. فیلم بارکد به عنوان فیلم منتخب مردم در 34مین جشنواره فیلم فجر انتخاب شد.
این بازیگر سینمای ایران در سال 1396 با مصطفی کیایی در فیلم چهارراه استانبول همکاری کرد و سال 97 در فیلم‌های آشفتگی به کارگردانی فریدون جیرانی، سونامی به کارگردانی رسول صدرعاملی و ایده اصلی به کارگردانی آزیتا موگویی بازی کرده. بهرام رادان تا کنون ازدواج نکرده و مجرده. مدتی پیش با انتشار یک عکس در کنار یک زن در صفحه اینستاگرامش خبر عروسیش رو داد، اما این خبر دروغ 13 بود و در واقع مربوط به حضور او در یک فیلم آمریکاییه. مادرش میگه از او دلخور هستیم و دوست داریم زودتر ازدواج کنه و ما هم بچه هاش رو ببینیم، ولی هنوز قانع نشده. رادان در پاسخ به این دلخوری به شوخی میگه فعلا برنامه‌ای برای رفع این دلخوری ندارم. شاید کمی رازیانه یه دم کرده موجب التیام موقت این دلخوری بشه. بهرام رادان کار مدلینگ و تبلیغ رو با پیشنهاد الژی آغاز کرد. سپس این فعالیت رو با برند نیمانی و نووین چرم ادامه داد و در آخر با چرم مشهد همکاری کرد. گفته شده بهرام رادان سهامدار کافه های زنجیره ویونا در ایرانه. البته ویونای مرکزی اعلام کرده که تنها یکی از شعب مجموعه متعلق به ایشونه. چیزی که درباره اون اتفاق نظر بیشتریه کافه 45 نفره پاسدارانه که گفته میشه متعلق به شخص بهرام رادانه. البته در این کافه چیزی از اسم ایشون و پوسترهاش دیده نمیشه و یکی از نکات جالب توجه اینه که کشیدن سیگار حتی قبل از تصویب قانون منع سیگار در کافه ها در این کافه ممنوع بوده. او در سال 2017 مشعل بازی های المپیک زمستانی 2018 رو در سئول هم کرد. اون گفته خوشحاله که مشعل المپیک رو هم میکنه و حس خیلی خوب و عجیبی بود که تونستم این مشعل رو هم کنم و برای من یک لحظه تاریخی قلمداد میشه. در سال 1389 بهرام رادان به عنوان اولین سفیر ایرانی برنامه جهانی غذا در مبارزه علیه گرسنگی منصوب شد. رادان وقتی به عنوان اولین سفیر ایرانی این برنامه منصوب شد اعلام کرد که مسئله گرسنگان جهان یکی از دغدغه‌های جدی اون بوده. اون فعالیت پررنگی در راستای افزایش سطح آگاهی مردم از گرسنگی جهان و وضعیت پناهندگان در کشور کرد. رادان در یک آلبوم موسیقی تحت عنوان روی دیگر خوانندگی کرده. رادان تا کنون در آثار بسیاری همچون فیلم‌های سینمایی ابلق، چهارراه استانبول، بارکد، عصر یخمندان، تردید، تهران 1500، بیپولی، کنعان، سنتوری، خونبازی، آتش، فیلم مستند من ناصر حجازی هستم، سریال های نمایش خانگی رقص روی شیشه و جیران حضور داشته. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.